سلام و وقتتان بخیر. امریکا میگوید که داعش در افغانستان حالا ناکام مانده است و مدیریت مبارزه هوایی با گروه‌های عراس‌افغان برای امریکا هم در افغانستان دشوار شده. ظاهرا امریکا مدیریت وضعیت در افغانستان را واقعا از دست داده. اگر داعش ناکام است، پس حمله‌های اخیر در افغانستان کار کیست؟ امارت اسلامی بار بار گفته که داعش تهدید برای افغانستان نیست و شکست خورده. ظاهرا داستان این روزها هم برای افغانستان همین دو موضوع مهم است. یکی هم ایجاد حکومت فراگیر که منطقه و جهان به او تاکید میکنه. آنچه که هنوز نه جهان و نه هم منطقه نسخه مشخص برای آن ارائه کردند. امارات اسلامی میگه در پی فراگیر ساختن حکومت است، اما طرح مشخص ندارد. در کنار این همه، ظاهرا امارات اسلامی در این روزها چراغ سبز نشان دادن برای باز شدن مکتب‌های دختران، اما با چه شرط و شروط هنوز این هم مشخص نیست. تحلیل‌های عمده این است که اگر امارات اسلامی حکومت فراگیر شکل ندهد، بحران اقتصادی را برطرف نکند و زمینه آموزش و کار زنان و دختران را فراهم نکند، بحران در افغانستان بیشتر از اینها می‌شود و تا اندازه‌ای که مدیریت او برای امارات اسلامی هم دشوار خواهد شد. حالا پرسش مهم این است که امارات اسلامی با خواست جهان برای شکل دهی حکومت فراگیر چه خواهد کرد؟ روی این موارد در این برنامه آخر خط با مهمانانم بیشتر بحث خواهیم کرد. مهمانان من در این برنامه آقای محمد عمر نهضت، رئیس حزب آما، آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد دانشگاه که اینجا در استودیو هستند، و آقای احمد خان اندر، آگاه امور نظامی هم از سویدن با ما هستند. آقای اندر، با شما شروع می کنم. داعش در افغانستان به باور آمریکا ناکام بوده تا حالا، پس حمله های اخیر کار کدام گروه است؟ در افغانستان یک بیز قومی و یا هم مذهبی ندارد. پدیده خارجی است که خود همه ابرقدرت ها گفته میتونیم که شاید دست امریکا، انگلیس و دیگر استخبارات قوی منطقه دست داشته باشد که اینا را به خاطر اهداف استراتژیک خود ساخته است. امارت اسلامی افغانستان قسمی که دیده میشود قادر به سرکوب این گروه است، اما وقت ناوقت ما میبینیم که باز هم گروه توریستی داعش و شاید دیگر گروه هم باشد که سر بالا میکنند و حمله های چریکی را مینمایند. که فکر میکنم بعد از مذاکراتی که اشما قبل وجود داشت، مذاکرات دوها که برهم میخوره و طالبا به قدرت میرسه، ایالات متحده امریکا بسیار با جدیت این موضوع گرفته و همیشه می گفتند که در افغانستان داعش رو به ظهور است. همچنان کشور روسیه، کشور ایران و کشور چین از این آیت تشویق زیاد خود نشان دادند. فعلا که رئیس استاد و یا هم لوی درستیز ایالات متحده امریکا میگن که در افغانستان داعش انسجام یافته نمیتواند. ما فکر میکنم که این موضوعات اینا بعد از توافقنامه یا قراردادهای میدان های هوایی افغانستان که امارت اسلامی افغانستان با ترکیه و قطر داشتن، موضع‌گیری ایالات متحده امریکا در قبال امارت اسلامی افغانستان تغییر یافته، به این خاطر این قسم اظهارات میکنند. ما باور دارم که تنها گروه توریستی داعش نبوده، بعضی گروه های دیگه هم هستند. بس یه ساقای اندر، وقت موضع‌گیری آمریکا شما فکر میکنین که تغییر کرده در مورد امارت اسلامی افغانستان چگونه تغییره؟ واقعا تمایل دارن همکاری کنن با امارت اسلامی یا ای که امریکایی ها دنبال راهکار دیگه هستند، مثل همونطور که در نخست اشاره کردین تقویت گروه های توریستی دیگر در افغانستان؟ خب ایره باید نادیده نگیریم که وضعیت فعلی سیاسی، اقتصادی و نظامی افغانستان یک شکل گرفته که با توافق جهانی ضرورت دارد و در جهان شما میبینید که وضعیت اقتصادی و سیاسی بعد از جنگ اوکراین به شدت روز به روز تغییر میابه و بلاک شرق که باز به پای ایستاده شده، ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی توجه خود را
برعکس او تحلیلگرایی که میخواستن فکر میکنن که شاید افغانستان از نظر ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی بفته، اینا کوشش زیاد خود نمودن که با امارات اسلامی افغانستان نزدیکتر شوند و از راه های مختلف کار میگیرند. به می اساس است که اینا میخواین این نقطه مهم استراتژیک که افغانستان است از دست نده. شما میبینید که تا به حال هم تحریم هوایی ما به دستشان است و کوشش میکنند به شکل از اشکال کمکام نمایند و با طالبا در دوحه یا در قطر دفتر خود را باز نگاه داشته. چندین بار بعد از یا خلاص نشدن مکاتب بالاتر از صنف ششم دخترها اینا بسیار جدی پیش رفتن و بانک جهانی هم پروژه خود را توقیف نمودن، اما دیده می شود که بعد از جنگ اوکراین اینا دوباره پیش میان و می خواهند با طالبا همکاری داشته باشن و این به نفع مردم افغانستان است، در صورتی که حکومت افغانستان در افغانستان مشروعیت سیاسی را از مردم خود گرفته باشد. چون ما فعلا در مشکلات خارجی هم هستیم که سیاست خارجی هم نداریم و در داخل هم گروه های مختلف جبهات مختلف فعال است که میتونه یک دردسر به امارت اسلامی افغانستان باشد. امارت اسلامی افغانستان باید در قدم اول در کشور خود یک حکومتداری میایی را باید در مورد حکومتداری آقای اندر و در مورد شکل دهی حکومت فراگیر که یک بحث مطرح شده است خاص آمده. اما اجازه بدین حالا در مورد آنچه که آمریکایی ها مطرح کردن در مورد داعش صحبت کنیم. آقای نهضت، واقعا همونطور که آقای اندر میگه داعش بستر مساعد در افغانستان برای خودش نداره؟ به نام خداوند یکتا و هستی ساز، بعدای احترام به شما مهمانان محترم در بس، آقای اندر، آقای مرتضوی، کارمندان بخش تکنیک تلویزیون و هموطنان در دیده و عذاب کشیده. دقیقا تا زمانی که قدرت ها بازیگرا بستر به حلقات توریستی ایجاد نکنند بستر برشان نیست. از گذشته دو تا کنون بازیگرای کوچک و بزرگ اصلی و فرعی ابزار ساخته بودند تورست ها را در افغانستان در مراحل مختلف تاریخی. این تورست هایی که در چه قلمرو ما چه در گذشته خارج از قلمرو ما وارد کارزار جنگ و سیاست میشن، همه ابزارهای قدرت های هستند که از اینا عضوگیری میکنن و خاطر استن به اهدافشان. امریکایی ها بعد از خروج از افغانستان قواعد بازی خود را تغییر دادند. امروز میخواین در منطقه به خاطر دستیابی به منافع از راه دور اوزار مدیریت بکنن. در این شک وجود نداره که از طریق قطر میخواین اوزار مدیریت بکنن. قطر یگانه کشوری است که مدافع منافع امریکا در افغانستان است، اما این شکلی که سوئیس مدافع منافع امریکا در ایران است. روی این ملحوظ زیر نظارت خود ایا اوزار افغانستان از آن طریق دارن. خب امریکایی‌ها میدونن که در افغانستان آیا داعش وجود داره یا خیر. امریکایی‌ها میدونن که در افغانستان قبل وقتی که حضور داشتن چه کسایی در اینجا اوضاع را آنارشیک ساخته بود، اینا میدونن و امروز دیروز میدونن، امروز هم میدونن. ولی اصل گپ در اینجاست که اوضاع در سطح جهان آنارشیک است. سیستم های حقوقی جهان، جهان معاصر، همون شکل که اینجا یک بحث مطرح است آقای نهضت که پاسخگو نیستن فعلا. آقای نهضت، یک بحث اینجا مطرح است که وقتی بستر اجتماعی برای داعش مساعد نباشه واقعا قدرت ها چقدر خودشان عمل کرد داشتن در این صدد که داعش در افغانستان تقویت کنن. به گونه نمونه گهگاه این بحث مطرح میشه، خب دستای کلانی از دنیا پشت این گروه های تروریستی. خب شما ببینید در افغانستان 8 ماه است که تحریک اسلامی طالبا مسترد بر اوضاع است. تا 8 ماه تحریک اسلامی طالبا دستای داخلی و خارجی خود ناکام بوده، افغانستان در یک انزوای سیاسی برده. همین انزوای سیاسی باعث ای گپ میشه که تاثیر داشته باشد، تاثیر مستقیم در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، نظامی و تا ثبات اجتماعی ما. این تاثیر خواهد داره. در این شک وجود نداره که در این قسمت مشکلات و چالش هایی که در عرصه نظامی خلق میشه، شما میبینید که به شکل عمگون حتی امارت اسلامی در گذشته دور صحبت در این راستا نمیکردند. بار بار یک گوشه سلام برآمد که اینمی حرکتی که انجام شد ما رفتیم و سرکوبش کردیم داعش بود.
حتی نای 17 و چند جای گفتن که حرکات گروپ دسته های مربوط به داعش بود ما سرکوب کردیم. بعدا مطالب مطرح شد از طریق امارات اسلامی که داعش در افغانستان اصلا وجود نداره. عین نقاط نظری است که امروز امریکایی‌ها هم مطرح میکنن. از یک طرف گفته میشه اینجا که ما داعش سرکوب کردیم. او طرف امریکا میگه در افغانستان بستر به داعش نیست. اصلا داعش وجود نداره. پس وقتی که بستر به داعش نیست، او طرف هم داعش حملات ناجوان مردانی را که انجام میشه در افغانستان که تا در یک ماه رمضان بیش از 1000 نفر از مردم افغانستان قربانی گرفت. داعش مسئولیت میگیره. وقتی که داعش مسئولیت میگیره، بنان گپ امریکا میونتی از جایش حضور داره که مسئولیت میگیره. گپ امارات اسلامی هستن به معنی است که میگه داعش وجود نداره. حالا پس چرا امریکا با عنوان یک قدرت فکر میکنین در خلای اطلاعاتی است و نمیدونه که داعش در افغانستان حضور داره یا بس چیز دیگه است، بازی پنهان وجود داره؟ حتما در خلای اطلاعاتی قرار داره. امریکای تو نیست که بانک اطلاعات اختیارش نباشه، مثل رسای افغانستان که بانک اطلاعات امارات اسلامی اختیارش قرار نمیده. امریکا منابع بیشماری داره. در 20 سال دیگه صدها و هزارها ستون پنجم میخواد تربیه کنه. او چطور از اطلاعات افغانستان بیخبر است؟ در داخل و خارج اطلاعاتی داره امریکا. وقتی نظارت میکنه و ایده خودشان هم مطرح میکنن که ما نظارت داریم بر اوضاع افغانستان، پس چرا میگن که داعش در افغانستان قدرت نداره و توان عمل کرد نداره با وجود که حمله هایی هم که اتفاق افتاد در یک ماه گذشته بخش زیادش؟ خویره میتونیم از دو زاویه ما مورد بس قرار بدیم. یکی که اعتراف میکنن که داعش وجود نداره، شاید بدیل داعش کارگر نفتید، بدیل داعش کدام گروه تروریستی دیگه را ابزارسازی صورت بگیره اینجا، بدیل داعش کدام کس دیگه باید باشه که داعش نتونست منافع اونا او را نزدیک بسازه، روی ملحوظ سر کدام گروه دیگه باید دست ببانن، او باید معرفی شوه غیر مستقیم که این گروه دیگه وجود داره. یا ایست که اصلا میخوان که داعش تحریک بکنن، داعش وجود داره تا داعش تحریک بشه، داعش حضور پیدا کنه، داعش بگه که اینجا ما هستم، امریکا دروغ میگو. از دو حالت خالی نیست، یا نفی میکنیش بدیلش باید عرضه شوه، یا ایست که تحریک میکنن. ممنون آقای مرتضوی. بس مهمی است که امریکا در یک سال گذشته پی همین بحث مطرح کرده که داعش در افغانستان حضور داره. بحث بوده که مسلمان شما هم شنیدین، اما به یک بارگی حالا یه بحث را مطرح میکنه که در افغانستان داعش هنوز جای پای کافی نداره و نمیتونه کار انجام بده و تهدید متوجه جهان نیست. چرا روی کرد امریکا یک بار این گونه تغییر کردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت آقای نهضت، خدمت اندر صاحب، تمام بیننده های عزیز برنامه تان، کارمندان تان. خوب ببینید که سیاست ها همیش در قضایا به شکل ثابت باقی نمیمانه. یکی از خاصیت ها یا یکی از اصل های پذیرفته در قضایای سیاسی سیال بودن سیاست ها هست، چون همیشه سیاست ها مبتنی بر منافع سیاست مداران و کشورها و ملت ها میباشه. بر این اساس است که هیچ وقت سیاست ها ثابت باقی نمیمانه. به تعبیر دیگر یعنی سیاست به شکل هست که نه پدر داره نه مادر، امین معناست که سیاست سیاله. یک زمان است که سیاست آمریکایی ها ایر ایجاب میکنه که اونا همیش گوشزد کنه برای جهانیان، برای حکومت مسلط در جغرافیای افغانستان که جغرافیای افغانستان محل تروریسم میباشه و جایی میباشه که از اینجا تروریسم منافع آمریکا و متحدین آمریکا را در نقاط جهان مورد تهدید و حمله میتونه قرار بده. یک وقت دیگری است که باز سیاست آمریکایی ها ایر ایجاب بر اساس منافع ملیشان میکنه که مکملاً وجود و حضور داعش در افغانستان یا در سایر کشورهای همسایه افغانستان نفی کنه. این بازی های چندگانه، سناریوهای مختلف آمریکایی ها همیش فرق داشته و همیش متفاوت و همیش پرونویدستان در تمام قضایا، هم در قضایای مسئله در افغانستان، هم در قضایای افغانستان بوده، هم در قضایای پاکستان بوده، هم در قضایای ایران بوده و سایر کشورها مثل روسیه و چینایی ها، حتی هندستانی ها، امثال اینها، سایر کشورها منافع آمریکا هر چیزی را که ایجاب میکرده سیاست هایش به همون شکل بوده. این یک بحث. و بحث دیگه که وجود داره، خوب حقیقتی است که افغانستان ببینین که برای فعلا اگر جامعه جهانی با کمک مردم افغانستان، با کمک حکومت فعلی
اگر اینا بخواهند می توانند که یقیناً هم منافع مردم افغانستان تامین شود و هم منافع جامعه جهانی تامین شود، بحث نابسامانی یا ایجاد نابسامانی یا گسترش دامنه افراطیت یا گروه های توریستی در جغرافیای افغانستان یقیناً که این میتونه خطرساز برای تمام کشورهای جهان، حتی برای آمریکا و آمریکایی‌ها و کشورهایی که همپیمان متحدین آمریکا است، میتونه که اگر در کوتاه مدت نباشه در وسط المدت یقینی که میتونه منافع او کشورها و منافع آمریکایی‌ها را از آدرس بعضی از گروه‌های توریستی مورد تهدید و مورد حمله قرار بگیره. این یک بحث است. بحثی که وجود داره، خوب تنها گروه داعش یعنی نمیتوانه که به طور کامل به همون شکل که حکومت فعلی امارات اسلامی هم بیان میکنه که داعش در افغانستان نمیتوانه که یک بساط گسترده را در دراز المدت حتی در وسط المدت پهن کنه، اما خوب در کوتاه مدتی که بر فعلا افغانستان از ابعاد مختلف در یک انارشیزم مختلف قرار دارد، در بحث سیاسی، در بحث نظامی، در بحث اقتصادی قرار داره و یک تحولی که ایجاد شده است، فرایند ایجاد یک تحول بسیار پیامدهای ناگوار در جغرافیا و جامعه افغانستان ناخواسته ایجاد کرده است. بنان یقینا در دراز مدت، در وسط المدت نمیتونه که داعش در افغانستان جایگاه داشته باشه، هم از بود ایدولوژی نمیتونه که یک بستر مناسب را داعش در افغانستان باز کنه، و هم از بود نظامی و هم از بود فرهنگی و همکاری های مردم. برفرض بسیاری از کسانی که در اقصا نقاط افغانستان زندگی میکنن نمیتونه پهن کنه. اما در کوتاه مدت چرا؟ ببینین که دو سه تا مشکل اساسی وجود داره. این دو سه مشکل اساسی میتونه که بسیاری از گروه ها را در افغانستان ترغیب و تشویق کنه که اینا استفاده های سوی انسانی، خلاف انسانیت، خلاف هنجارها و خلاف ارزش های انسانی را در افغانستان ایجاد کنه، و بزرگترین و زنده ترین نمونش در ماه قبلی مبارک رمضان بود که چندین حمله از آدرس گروه های دهشت افغان در نقاط مختلف در اماکن مختلف افغانستان صورت گرفته است. اون سه چهار تا دلیل اساسی که بر فعلا میتونه اوضاع را به سمت سوی انارشیزم و به سمت سوی نابسامانی تشویق یا ترغیب کنه، یک بحثی که امروز وجود داره و عبارت از قضیه خب عدم به رسمیت شناختن حکومت فعلی از آدرس جامعه جهانی به هر دلیل، که خواست اساسیش قضیه انتخابات، خواست اساسیش دفاع از تمام ارزش هایی که در افغانستان باید صورت بگیره، قضیه دفاع از مردم ها، از اقلیت ها، از زبان ها، از اقشار اصناف مختلف. خب فازی که امروز مردم و حکومت قرار داره، عدم مشروعیت بخشی جامعه جهانی حکومت فعلی، این میتونه که اوضاع را بحرانی بسازه. بحث دیگری که امروز وجود داره که علت اصلی در همین قضایای دهشت افغانی و قضایای فقر این مسئله عدم به رسمیت شناختن هست. بحث دیگه که وجود داره مسئله فقر و فاقگی و بنبست اقتصادی یا یک تعبیر رکود اقتصادی که امروز در افغانستان قرار داره، این اصل فقر میتونه که علت به بسیاری از دهشت افغانی ها، به بسیاری از نابسامانی ها، به بسیاری از ایجاد تشنج ها در جامعه افغانستان شود. در هر دنیایی که وقتی بحث اقتصاد مطرح میشه و یک جامعه ای که نمیتونه مسائل اقتصادی خودش رو تامین کنه، یقینا اینمی فقر میتونه زمینه سازی بر بسیاری از فحشا، بر بسیاری از نابسامانی ها شود. این علت. و یک علت دیگه ای که هم با عرض معذرت میخوایم این را گزارا اشاره کنم، اون چیزی که وجود داره، توقعی که امروز وجود داره، ببینین که یک حکومتی که
قابل قبول بر تمام توده ها باشه. حکومت مفصل صحبت میکنیم آقای مرتضوی، حالا میخوایم این بحث را در این چشم باز کنیم که آقای اندر، دو تا موضوع مهمه که آقای مرتضوی به او اشاره کردن، یکی بحث بر رسمیت شناختن و بهبود اقتصاد در شرایط ممکن است که یک حکومت کامل، آنچه که شما پیشتر به او اشاره کردین، باید شکل بگیره و امروزه دنیا هر طرفی که نشسته در مورد افغانستان است، یا حتی دو تا رهبر دنیا هم که با هم میبینن در مورد شکلگیری یک حکومت فراگیر در افغانستان صحبت میکنن، اما چه نقصه برای افغانستان واقعا کارآمد است آقای اندر؟ حکومت فراگیر با چه ساختاره که جهان هم پای هم به او تاکید میکنه؟ تازه ترین موردش هم دیدار نخست وزیر هند با رئیس جمهور فرانسه است که بر ایجاد حکومت فراگیر تاکید شده. تشکر میکنم محترم منصور صاحب. ببینین افغانستان در طول نیمه قرن یا 45 سال ما دیدیم هر حکومتی که آمده و سیستم یک حزبی را پشت برده، یک کتازی کرده، اونا با ناکامی مواجه شدن. حکومت فعلی که غیر منتظره به قدرت میرسه و جمهوری قبلی سقوط میکنه با شکست ایالات متحده آمریکا و ناتو و همچنان بازی جهانیان و خود ایالات متحده آمریکا، طالبا به قدرت میرسه. اما طالبا طرح برای دولتداری نداشته. فعلا ما در خلای قانون اساسی قرار داریم. قانون اساسی وجود نداره. ما میفهمیم که شریعت قانون همه کشورهای اسلامی است، اما قانونهای مدنی برای کار، برای اداره حکومت ضرورت است که تا به حال ما نداریم. و همچنان ببینین امیرالمومنین 8 ماه میشد که نه جهانیان دیدیشان و نه افغان ها دیدیشان. ای بلا تشبیه ملائک نیست، یک انسان است، باید روی پرده تلویزیون بیاید با ملت خود که خود امیرالمومنین نشان میدانه، بر اینا باید بیانیه بتن، با جهانیان باید رابط خود را درست کنند تا جهانیان هم تجربه. همچنان حکومت های و یا جهانیان نیز قبلا نگفتیم که بازی میکنند از این حالتی که ما داریم یک حکومت معیاری نداریم. افغانای ما به فرار رو آوردن بسیاریشان و در افغانستان هم موضوعات بسیار کوچک را طالبان بسیار جدی میگیرن. مکاتب دخترها است که خودشان برای خود مشکل پیدا میکنن، تحریم های اقتصادی و سیاسی، مشکلات اجتماعی جامعه ما که در 45 سال مانده، ما میبینیم که جهانیان از این استفاده میکنن. در غیر از اون جهانیان هرگز حق نداره که برای ما حکومت های مختلف جور کنن. نه افغانستان یک لابراتوار حکومت سازی هم نیست که در طول 45 سال یا برخوادت ها در اینجا می سازن و باز شکست شدن خودشان می تن. از این باید بگذاریم. ما افغان هستیم، در افغانستان برای ما امنیت ضرورت است، کار شرایط کار باید دولت آمده سازن، شرایط تحصیل باید آمده بسازن و یک برادری و همزیستی و بین همه اقوام و اخشار کشور که در 45 سال شهید دادن، مشکلات دیدن، مردم در حالت فقر هستن، این وظیفه حکومت است که با جهانیان هم سازش کنند، تعامل کنند و با مردم خود هم. در مورد نشست صدر اعظم هند و رئیس جمهور فرانسه، رئیس صدر اعظم هند به جرمنی هم آمده بودن و به دنمارک آمده بودن. اونا هم هند هم خود را یک کشور چهارم ابرقدرت میدانه و از ناحیه پاکستان بسیار به تشویش هستند که مبادا خاک افغانستان را پاکستان به دستور پاکستان به ضد کشور منطقه بخصوص و به ضد منافع هند استفاده نشود. به این منظور که اینا این موضوع گفتن، افغان ها باید وقت را از دست ندن. امارت اسلامی افغانستان هم رو به یک حکومت معیاری بیارن که دوجه همه اخشار احزاب سیاسی افغانستان، ملت های مختلف با هم برادر افغانستان که در طول تاریخ با هم یکی بودن، باید در این آینه حکومت خود را ببینند. در غیر از او این مشکلات ها از طریق جهانیان امروز به روز زیاد میشه و فقر با بدبختی مثل که مرتضوی صاحب گفت باعث بسیار مشکلات داخلی جامعه افغانی شده میتواند. ممنونتان آقای اندر. اما آقای نهضت، امارت اسلامی اراده بر شکل دیگه حکومت فراگیر داره یا نه؟ هرچند خودشان میگم حالا هم حکومت ما فراگیر است و ما دروازه ما بر روی همه باز است. شما چی تحلیل میدید؟
خب آنچه که امارات اسلامی تا 8 ماه گفته و طور نبوده. حکومت فراگیر و امشمول منادار نیست. حکومت فراگیر و امشمول منادار حکومت است که به اساس اصل تخصص، مشارکت سیاسی و مشارکت ملی مشروط به ای که معیار تقوا و بک‌گراند روشن باشد. این حکومت، حکومت امشمول و فراگیر میتونه باید باشه. متخصصی که به هر قومی تعلق داره، همه باید تصویر خود وجود بدن. نخبگانی که به هر قومی تعلق داره، اعضابی که هدفدار است، جنایت نکده، خیانت نکده، مشارکت داشته باشه. این ما میگیم حکومت همشمول منادار. ولی حکومتی که در تصمیم گیری اعضاب هدفدار شریک نباشن، نخبگان شریک نباشن، متخصصین شریک نباشن، او همشمول نیست، او خود ما بازی میتیم، فریب میتیم. این ترفند میتونه باشه نسبت به سرنوشت مردم افغانستان. تحریک اسلامی طالبان متاسفانه تای 8 ماه بجایی که از تاریخ درس بگیرن، تاریخ دوباره پس تکرار کردن. از آنچه که مگر ما مراجعه کنیم به پیشنی تاریخی روند اساس حکومت ها گذشته دور، از او باید درس میگرفتن. نظام های تک قومی، نظام های تک گروهی، تک مذهبی، تک جنسی، نتیجهش منفی بوده. 270 سال است که تیکه‌داران قوم از آس اقوام در اینجا میاین، به درد ما نخوردیم. ما نه صاحب ملت شدیم، نه دولت شدیم. نه دولت داریم، نه ملت داریم، نه امنیت داریم. نه امنیت فیزیکی ما تامین است، نه روحی ما، نه اقتصادی ما، نه سیاسی ما، نه فرهنگی ما. ثبات اجتماعی ما که منافع ملی در او ریشه داره، او هم در حال از هم پاشیدن است. روی این ملحوظ حکومت منادار همشمول حکومتی است که به اساس اون سه تا اصل شکل بگیره. مردم افغانستان دقیقاً میدانند که تاریخ نیازش چیست فعلا. نیاز تاریخ ما در شرایط کنونی انسجام است، انسجام ملی است، نه ادغام. نیاز تاریخی ما انسجام ملی است، نه استحاله اویت، نه سیاست حذفی که ما عذاب حذف کنیم، اقوام حذف کنیم، متخصصین حذف کنیم، فقط یک گروه، یک حلقه از امام امور پیش شمواد باشه. این جز ما را به انزوای بیشتر ببره، چنانچه ثابت شد تای 8 ماه. نتیجهش منفی است. هم در داخل به طرف انزوا میره، هم در بین به طرف انزوا میره. روی این ملحوظ بین که به تاریخ مراجعه کنیم، نیاز تاریخی را درک بکنیم. هر حکومت نوپا وقتی که شکل میگیره مجبور مکلف است، باید ضرورت است، الزام آور است برش که کارهایی که باید از نظر شما انجام شوه به گونه یعنی که وضعیت در افغانستان تغییر کنه چی است؟ اولین کاری که باید میکردن که نکردن، هنوز هم میتونیم چالش به فرصت تبدیل کنیم. یک نهاد سیاست گذاری یا یک شورای سیاست گذاری را از ترکیب عناصر متخصص، نخبگان با مشارکت سیاسی شکل بدن. تا یافته ها و داده ها را تمام عرصه های زندگی اجتماعی، هم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تجزیه کنه، تحلیل کنه، بیان کنه و بعد شورای تصمیم گیری ایجاد کنن که او شورای تصمیم گیری در اساس داخلی و خارجی مبتنی به او تصمیم بگیره. این کار را باید بکنن که متاسفانه نکردین. تا زمانی که ما یک نهاد سیاست گذاری از افراد پالیسی میکر نداشته باشیم، مشکل افغانستان حل نمیشه. ما برنامه‌ریزی کردن میتونیم. میبینین که شما امروز 8 ماه گذشت، نه خط مش مشخص است، نه سیاست داخلی معدد شده، نه سیاست خارجی معدد شده، نه کارشیوه رفتاری ما در سطح ملی، نه سطح بین المللی معین مشخص شده. همه ازی بستگی داره که ما نهاد سیاست گذاری از افراد پالیسی میکر شکل ندادیم. نظام های قبلی هم بایی پشت کرده بود، این نظام هم بایی پشت کرد. تاریخ دوباره تکرار کرده. این فایده نداره. این نه تنها به خیر کل مردم افغان، به خیر خود امارت اسلامی هم تمام میشه. یارا در قدم اول منزوی میشه، چون زمام امور پیش از یاستن. هیچ حزبی فعلا مسلط بر اوضاع نیست، تکلیفشون روشن نیست، قانون اساسی از او کسی حرف نمیزنه، فقط هر آنچه گفته میشه از منطق مربوط به امارت اسلامی گفته میشه. در چوکات منطق خودشان باید این کار انجام میدن، متاسفانه این کار نکردن. وقتی که کار نکردن، همینجاست که هم مردم افغانستان کاملا منزوی ساختن، هم کل افغانستان منزوی ساختن، هم خود منزوی ساختن. جهان هم متوجه نمی زاویه و تاریکی هست که جهان نیاز، ما به جهان نیاز داریم، جهان به ما نیاز داره. این رکود جهان نمیمونه که تا آخر باید باشه. مردم افغانستان تحمل نمیکنن از این وضعیت. هم مردم افغانستان خسته شده، هم کشورهای همسایه خسته شده، هم منطقه خسته شده، هم جهان خسته شده. ما نیاز داریم که نظام شکل بگیره، کارا و پاسخگو که همه خودت او تصویر خودت ببینن، ما بتانیم از منافع ملی، وعدت ملی، هویت ملی، بیرق ملی، همه آن چی که مربوط به ملی میشه با گفتن مای ملی تعریف روشن بتیم، تا باشه که هم با خود زندگی کنیم، هم با همسایه زندگی کنیم، هم با جهان متبدنی که امروز واقعا محق داریم زندگی کنیم. تمام یقه امارت اسلامی از مردم افغانستان گرفتیم.
در برابر حق مکلفیت وجود داره. هر کسی که حق خود میگیره باید مکلفیت خود انجام بده. وقتی که اشت ما میشه امارت اسلامی حق خود گرفته مسلط بر اوزاست، چرا مکلفیت خود انجام میده؟ مکلفیت ها همی بود که من خدمت شما عرض کردم، باید کار انجام میداد که دادن. وقتی کسی که مکلفیت خود انجام میده حق گرفته، وقت مشروعیت نداره، مشروع نیست. زمان حق مشروع است که در برابرش مکلفیت وجود داشته باشه، او را انجام ما بودیم. ممنون. آقای مرتضوی، امارت اسلامی وضعیت موجود را نمیدانه که به نفعش نیست که تغییر نمیاره، یا همین گونه فکر میکنه میتونه دوام بیاره؟ چرا، امارت اسلامی هم در بینش به یقین نخبگان سیاستمداران شخصیت های کارکشته ای که از قضایای افغانستان کاملا آگاه هستند، قضایای افغانستان را درک بکنن، اینا هم آگاهی دارن که این وضعیتی که با این شکل اگر ادامه پیدا کنه، این راهی که به این شکل ادامه پیدا کنه به تعبیر بومی ها میره به سمت سوی ترکستان. یقینا این راه نیست راه فلاح، یا یقینا این راه راه رستگاری نیست که بتوانه در این راه رستگاری منافع مردم افغانستان تامین شود، مگر اینه که اینا در مجموعا سیاست های خودشان هم در بود داخلی و هم در بود خارجی یک ریفرم اساسی مبتنی بر نیازمندی های امروزی عصر امروزی مردم افغانستان اینا ایجاد کنن. میدونن این قضایا که مثلا یک بحث بسیار مهم و اساسی که امروز وجود داره، بحث رکود یا ورشکستگی اقتصادی. این ورشکستگی اقتصادی در افغانستان اگر جلوش گرفته نشه، میتونه که بحران بسیار عظیم، یک فاجعه بسیار ملی و خطرناک در سطح تمام مردم افغانستان ایجاد کنه، و این آتش بحران اقتصادی دودش تمام مردم افغانستان چشمهایش متضرر کنه و دامنهای مردم افغانستان بگیره، و حتی نه تنها که منحصر میمانه، آتش این تحریم ها و این بحران اقتصادی در جغرافیای افغانستان بلکه بسیار سریع میتونه کشورهای همسایه هم متضرر این قضیه شود. راهکار بسیار عمده و اساسی که وجود داره او عبارت از این هست که یک ریفرم اساسی ایجاد شود. من خوشبین هستم و بعضی از سر صداهای هم وجود داره که شخصیت هایی که در بین امارت اسلامی دلسوز به مردم افغانستان هستند و تحت نظارت در 8-9 ماهی که تسلط کامل بر تمام جغرافیا و اراضی افغانستان پیدا کردن، اینها شدیداً کار میکنن که یک اصلاحات عمده و اساسی ایجاد شود تا بنبست شکنی از این اوضاع انارشیزم ایجاد شود و یک روزنه روشنی یا یک روزنه نور برای این جامعه ایجاد شود. امیدوار هستیم که این بحث بتانه که ادامه پیدا کنه و این بحث را که حکومت فعلی امارات ایجاد کرده است ای تا به آخر منتج به یک نتیجه مثبت شود و تغییر اوضاع ایجاد میشه اتوماتیک. یک بحثی که امروز خوشبینی ها را ایجاد کرده و میتانه این فضای که ایجاد شده است این فضا را بشکنه و یک فضای اصلاحات و یک تغییرات و یک تحولات مثبت که مبتنی شود بر منافع مردم افغانستان ایجاد شود، یک بحث است در ارتباط با حقوق دختران زنان، اعم از زنانی که وظیفه دار هستند، اعم از دختر خانم هایی که در مکاتب میرن. روی از این شدیداً بحث وجود داره، سر و صداهای مثبتی هم وجود داره که دوباره مکاتب باز میشه. این میتونه که تا حد در این چالش ها، کشش ها، کش و قوس هایی که از آدرس جهانیان و از دید ایشان نسبت به حکومت فعلی افغانستان یک دید منفی است، این دید منفی رو مبدل به دید مثبت کنه، یک تغییرات مثبت یا یک نگرش مثبت ایجاد شود. بحث دیگه که وجود داره قضیه است که حکومت فعلی هم شدیداً اون چیزی که بعض سر صداهای وجود داره که اینا کار میکنن بر یک حکومت که اون حکومت بتوانه پاسخگوی نیازهای مردم امروز باشه. اینجا سوال اساسی مطرح است آقای مرتضوی که چگونه حکومت میتونه نیازهای امروز مردم افغانستان برآورده کنه؟ هرچه حکومت بود تجربه کردیم، ولی مردم افغانستان بحرانی تر شد وضعیتشان. برای فعلا خوب اون چیزی که بسیار بعید هست که
اگر جامعه جهانی این فکر را میکنن که حکومت فعلی یک انتخابات عادلانه سری همگانی را ایجاد میکنه، خب یک کارش بعید هست. این یک احتمالات یا یک فرضیه هست، به دلیل از اینه که حکومت فعلی زیاد تمکین به این بحث هایی که قضیه انتخابات صورت بگیره نمی کنند. بحث سر ساختار خود حکومت بله. است. اما یک چیزی که وجود داره که میتونه امروز بنبست شکنی کنه، میتونه که دیدگاه مردم افغانستان هم تا حد درش تغییرات ایجاد شود. چرا؟ حال هم دید مردم افغانستان به این هست که از این اوضاع شکننده حکومت فعلی کارهای روی دست داره، ممکن هست که مردم افغانستان بیرون کنه، اما توقعات زیاد هست. بنابر این اساس است که یک حکومت وسیع البنیاد که سر و صداهای وجود داره که متخصصین، مبتکرین، نخبگانی که در بین حکومت فعلی امارت وجود داره، اینا کار میکنن که شخصیت های با بک‌گراند های سفید از اصناف و اقشار اقوام مختلف افغانستان در کابینه خودشان، در نوع ساختار سیاسی خودشان دخیل کنه، همی هم در مقطع فعلی میتونه که این بنبست قضیه اقتصادی که وجود داره و هر روز گروه های دهشت افغانی که منافع مردم افغانستان، مسائل امنیتی افغانستان به چالش میکشانه، میتونه که جلو اینها را بگیره و حد اقلش میتونه که کاهش بده. ممنون آقای اندر. یک موضوعی که این روزها باز هم بحثش داغ است، باز شدن مکاتب بروی دانش آموزان دختر است و اجازه دادن به زنان برای کار. این دو مسئله است که ظاهراً هم چراغ سبز از سوی امارت اسلامی در این زمینه دیده شده. تأثیری که بر وضعیت میگذاره چی میتونه باشه در صورتی که باز شود مکاتب بر روی دختران؟ تشکر میکنم منصور صاحب. حق تحصیل و کار خانم را در دین مقدس اسلام بر ما دادن و طالب احسان خود را سر ما نگذارن. اینا بازی سیاسی خود با هر کسی که دارن، با کشورهای جهان و با کودتا، اما این حق ملت و مردم افغانستان است، بخصوص آهارا و اولادای ما که دختر هستن باید تحصیل کنن، شانه با شانه به خاطر آبادی کشور کار کنن و در آینده همی خانمای مریض و همی برادرای مریض رو تداوی میکنن. شما میبینید که در کل شبخانه، در مکاتب، در ادارات، در میدان وای درد تلاشی خانه با آخر طالبا شانه باشانه میگردن و ای احسان رو باید سرمانک دارن. موضوع بسیار مهم است حقوق خانم ها، چون توجه جهان رو بسیار برگشتانده، اما مسائل دیگه هم هستن که باید حکومت فعلی باید دست بکار شان، چون جهان میتونه که مثل خود امارت اسلامی میگن بهانه های زیاد رو پیدا کنن. بنابراین یک انقلاب آمده، ما در 8 ماه نمیخوایم که همه موضوعات را هم جور ببینیم به شکل دیگه کشورهای جهان، اما برای کار به کار است. مسئولیت های حکومت هم است، مسئولیت های مردم هم است. مردم هم باید حوصله کنن، ببینین امیال هم یک فضای خوب است. ما شما میدانیم، ما خودم سر امیرالمومنین انتخاب کردم که چرا روی پدمه، یک فضای خوبی است. باید مسائل مثبت را هم فکر کنیم. بسیار موضوعاتی است که باید مثبت برش بنگریم. امنیت است، آزادی است. به هر ولایت ما میدیدیم که از یک ولسوالی به دیگه ولسوالی، ولسوالی افغان را فهم کرد فعلا امنیت آمده، اما دیگه شرایط را باید دست به دست داده، با هم باید دیر مسئله کنیم. در مورد صحبت های محترم نازده صاحب که ما بسیار به احترام برش دارم، چند بار ما از اینا در یک بحث بودیم، در طول 270 سال ما صاحب یک حکومت شدیم، یک ملت شدیم، همیشه یک ملت بودیم، اما این ابرقدرت هاست، این سیاست های خارجی است که ما را به جنگ میندازه. در افغانستان همه ملت ها با هم برادر هستند. ما چند تن از تجارای قومی داشتیم که اما قوم هم رها کردن، خودشان فرار کردن به خاطر چوکی ها قوم پرستی میکردن. طالب ها هم باید از اونا مثل که نظر صاحب گفت درس عبرت بگیرن. در این یک افغانستان یک باغی است که همه ملتاشان گل هستند، گل یک سبد هستیم. ما باید تفرق اندازی که از سال هاست در اینجا مردم ما را آزار میتن باید است، این را باید دیگه قبول نکنیم. همه سنی و شیعه با هم برادر هستند. شما بینید در منده کابل برین،
در یک دکان برادر ازاری مشته، در دکان پشتون، در دیگر دکان تاجک، همه گی با هم هستند. این ما روشن فکر هستیم، این ما سیاست مدار هستیم که بالای سر نوشت از جا در طول بخصوص بیاد مکمه در طول 45 سال بازی کرده. باید مسائل مثبت را که الهام بخش باشه، مثل که مرتضوی سب گفت، مسائل هستند در طالب ها هم همه گی شاید افراطی نباشند، به خاطر وطن میاندشند، به خاطر تداوم حکومت خود و به خاطر وایی حکومت، به خاطر کی میکنن؟ بالای افغان ها میکنن. حکومت به خاطر عرضه، به خاطر خدمات به مردم جو شده، نه تنها به صرف مکاتب دختر هستند، برای پسرها هم باید شرط خوب عمل کنند که فرار نکنند، شرط کار، شرط زندگی، امنیتشان و عفو عمومی را به صورت درست تطبیق کنند، مردم در ترس و ایراد زندگی نکنند. تنها امنیت فیزیکی را ما کار نداریم، امنیت روانی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، در همه عرصه باید کار کنند. اگر میخواین که حکومتداری کنند، به خاطر حکومتداری آمدند یا به خاطر زجر و فقر این مردم، ما هم مسئولیت داریم، اینا هم باید مسئولیت دارند. در قدم اول در داخل مشورت بسیار مهم است. شاید بسیاری از مسائل داخلی ما که قدرت است و متخصصین به چوکی لازم نشاندن، همیشه ما میبینیم که در هر پست، در هر چوکی، اگر وزارت است، اگر ریاست است، اگر پایین هستند، ملا صاحب است، مولوی صاحب است، قاری صاحب هستند، این حل رای حل نیست. متخصصین و مردمی که به خون ملت تربیت شدن، به پول ملت تربیت شدن، در خارج و در داخل، اینا رو باید جای بدن تا مردم همگی در این آینه و در این حکومتداری تصویر خود رو ببینن. دیگر رای نیست. ما جنگ نمیخوایم. هر کسی که برخلاف در حکومت فعلی جبهه جور میکنن، اونا باید بندشن که در اینجا افغان ها کشته میشن، نه ایرانی، نه پاکستانی، نه چینایی، نه روسی، نه امریکایی، بلکه پسرای افغان که در طول 45 سال ما در هر خانه دو شهید، سه شهید داریم از هر خانه. دیگر نمیخوایم که شهید داشته باشیم، دیگر باید زندگی کنیم، وطن خود را جور کنیم. به این منظور طالبان هم باید فکر دقیق کنن اگر میخوان که حکومت خود را تداوم بدن. و در غیر از اون این تحریم ها روز به روز اضافه میشه. تنها به باز کردن مکاتب دخترها شاید مشکل جامعه افغانی و جامعه جهانی حل نگرده. یک مسئله بسیار مهم است آقای اندر، با عنوان پرسش آخری را از شما مطرح میکنم که ما همواره شکایت میکنیم از مداخله بیرونی ها در افغانستان و از اینکه خوب کشورهای بیرونی اتفاقا بر سرنوشت افغانستان بازی میکنن، اما چگونه میشه مدیریت کرد وضعیت را که دیگر کسی مداخله نکنه و دست بیرونی ها کوتاه شود؟ ما وقتی از همسایه های خود شکایت میکنیم که مداخله میکنن، مسلما اونا هم یک کشور در همسایگی ما هستن، ولی ما هیچگاه در امور داخلی اونا نتونستیم مداخله کنیم. ما چرا نمیتونیم این وضعیت مدیریت کنیم؟ ممنون از شما جناب منصور صاحب. واقعا در قدم اول ما در طول سال هاست که سیاست خارجی خوبه در قبال همسایه ها شورای منطقه، شورای جهان نداریم. شما ببینید که میال نماینده افغانستان از طریق سرمنشی ملل متحد در سازمان ملل متحد تعیین شده. ما یکقدر کشور ضعیف هستیم و دیگه ما خود ما هستیم که برای خارجه ها عالم میشیم، غلام میشیم و را میخواییم امراش امضا میکنیم، باز برشان غلامی میکنیم به یک کشور همسایه ما پاکستان. بسیاری از مردم ما غلامی کردن، اونا خودشان نمیان، مادرای ما رو چی نمیکنن؟ میان چارتراش ما رو مردم خود ما میبرن، سنگای قیمتی ما رو خود ما برش میبریم، شرایط رو به خاطر مداخله از اونا خود ما داخل میکنیم. و اونا اقدر چی مستفید هستن که در ابتدا در تنظیم و ترتیب کابینه امارت اسلامی افغانستان رئیس امنیت دولتیشون اجرا کردن، اونا بازی میکنن اونا. و همچنان دیگه کشورهای جهان هستن، شورای ابرقدرت این فعلا که طالبا کمی با چین و با روسیه نزدیک شدن، شما میبینید که با ایران هم نزدیک شدن، امریکا بسیار نرمش نشان داده بنان با سیاست مداره و رهبری امارت اسلامی افغانستان لازم است تازی بازی جهانی استفاده به خاطر آبادی و خاطر منافع ملی خود کنه. منافع ملی ما همه گی ما میگیم، مگر تعریفش نشده، هر کس به خاطر جیب خود، به خاطر قوم خود یک منافع ملی را از خود تعریف کرده، اما منافع ملی این سرزمین ما، این ملت مظلوم و جنگیده ما باید در نظر گرفته شود. با پاکستان هم شما دیدین، ما می دیدیم که پاکستان حامی طالبان است، اما چه قسم تخریبات میکنه، بمبارد کردن در
این بار دومیش است که یک بار در سال 1949 بمبار کرد، یک بار این بار بمبار کرد. اینقدر با چیم سفیدی؟ ما ضعیف هستیم، ما باید اول در کشور خود قوی شیم، یک وحدت داشته باشیم و سیاست داخلی و خارجی خود با جهانیان اعلان کنیم. در غیر از او این پروسه ای با رسمیت نشناختن و این مسئله اقتصادی ما اگر دام کنن به نفع هیچ افغان نیست، بلکه به نفع این کشورهای همسایه شیطانی ما. اگر ایران است، پاکستان است و دیگه به خاطر است نی روس دقسیم است و نی امریکا، اونا بازی بسیار بزرگی دارن که میخوان ما را صرف مال سوخ کنن. ممنونتان آقای اندر. آقای نهضت، واقعا امارت اسلامی در مورد آنچه با عنوان سیاست خارجی مطرح است چه کار میتونه انجام بده که افغانستان از مداخله بیرونی حفظ شود، چیزی که در طول تاریخ حداقل در 100 سال پس این صورت نگرفته؟ خب آنچه که مربوط به مداخله میشه، افغانستان سرزمینی است که در طول تاریخ مداخله پذیر بوده. از افغانستان مداخله صورت نگرفته، این کشور مداخله پذیر بوده از گذشته دور تا کنون. علت چی است؟ چرا مداخله پذیر بوده؟ به خاطر از اینکه حکام افغانستان حکام وابسته به غیر بوده. حکام وابسته به غیر، حکومت های وابسته، نظام های وابسته که سرانجام بعد از کشیدن دست حمایت درمانده میشه، اونا در کل بستر ایجاد کردن به مداخله، به مداخله بادارایشان، به مداخله کسایی که از طریق ایستنای پنجم دریجه منافع خود جستجو میکردن. علت مداخله امی بوده. بهتر است که امارت اسلامی به همچو یک نسخه متوجه شوه، باید پان بده که دیگه مداخله تا زمانی که ما یک سیاست متعادل سیاسی را تنظیم و ترتیب نکنیم با مداخله پایان داده میتونیم. منافع ملی را دوستان مطرح کردن، منافع ملی دقیقا منافع ملی چی است؟ فعلا در شرایط کنونی منافع ملی ما چی است؟ منافع ملی انسجام ملی است، نه سیاست حذف و استحاله اویت. او منافع ملی نیست، او منافع قومی است، او منافع گروهی است، او منافع سمتی است، او منافع ستون پنجم است. منافع ملی ما فعلا انسجام ملی است، منافع ملی ما تسامح و تساهل است، منافع ملی ما حکومت همه شمول معنادار بساب سه تا اصل است که من خدمت شما عرض کردم. منافع ملی ما امی است که ما از اصل استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی با جان و دل بتانیم دفاع بکنیم و بتانیم که با سیاست مداخله پایان بدهیم، با تنظیم و ترتیب یک خط مش خود فکری متعادل سیاسی بتانیم کارشیوه رفتاری خود بعد از تنظیم و ترتیب سیاست داخلی با او استناسست خارجی خود منتظم و ترتیب بکنیم، یک دستگاه دیپلماسی مقتدری که نزد او دستگاه دیپلماسی مقتدر منافع ملی معنادار تعریف شده باشه، ما وارد کارزار سیاست در سطح بین‌المللی شویم تا ما بتانیم به این مداخله پایان بدیم. تا زمانی که ما این کار را کنیم، امیدوار هستم که همون شرطی که دوستان مطرح کردن، گفته میشه که امارت اسلامی مصروف تطویر یک جلسه بزرگ است، با امید از اینکه جلسه بزرگ جلسه معنادار باشه، جلسه باشه که در او جلسه دیگه خان بی برنامه پشتون، آقای بی برنامه تاجک، شیخ بی برنامه ازاره، ارباب بی برنامه ازبک شرکت نکنه. کسای شرکت بکنن که واقعا برنامه داشته باشن، از منافع ملی تعریف داشته باشن، واقعا بتانیم ما در دست به دست هم بتیم این کشتی طوفان زده را به سر ساحل ببریم. در غیر از او اگر کم معاف سابق مطابق لوی جیرگه های قبلی اونمو کسای فاقد بی برنامه بساس مصلحت های قومی و سمتی و گروهی و امو باندای مافیای قدرت که می آوردن و آقام می آورد، اگر بیان آخرین نمونه شام جرگیرگی بوده که آقای غنی که 369 میلیون از اینه برداشت، کاملا با کاربرد کمپاینی و روی کرده ابزاری اوجا دایر کردن، نتیجه شام منفی بوده. اگر او تو باشه هیچ فایده نداره، وقت خزایی میکنن. اما ما امیدوار هستم که تو نباشه، واقعا یک نشست سرتاسری که معنادار باشه، بتانیم از اون نشست ما یک نظامی را بچکانیم که نظام قابل قبول به هم. با باور شما جرگه در یک چنین شرایط پاسخگوست؟ خب آنچه با جرگه های قبلی رابطه با جرگه مهم نیست که جرگه باشه، ریفراندوم باشه، اجماع ملی سیاسی باشه، هیچ مهم نیست، هر نامی که ما سرش ببانیم، جلسه بگوییم میشه، هر چی که بگوییم، ولی مهم نیست که چه کسایی شرکت میکنن، با کدام طرز و تفکر شرکت میکنن، با نگاه قومی و سمتی و گروهی شرکت میکنن، با نگاه وابستگی شرکت میکنن، یا با تعریف روشن از منافع ملی شرکت میکنن. میخواین که منسجم کنن افغانستان یا مدغم کنن، این مهم از برای ما. این مهم نیست که لوی جرگه باشه. اگر جرگه های قبلی هم در زمان آریانا هم به نام ستی ها جرگه دایر میشد، واقعا نخبگان شرکت میکن، اثرات مثبت داشته.
ولی بعد از زمان شاه شجاع به این طرف وقتی که به نام لوی جیرگه آمد قسمش شد کمی شکل آمد. یک آقای اکثرا تاجک ها آقا میگن کلان کار خوده، اما آقای بی برنامه تاجک آوردن، خان بی برنامه پشتون آوردن، بی برنامه شیخ بی برنامه هزار آوردن، ارباب بی برنامه ازبک آوردن، فقط اون کسایی که دیکتاتورهای قومه آوردن جیرگه داره کردن. در ایشان منفی بوده و از اون خاطر است که اگر او واقعا جیرگه اساسی می بود امروز ما صاحب ملت دولت می بودیم، امروز ما دزبین بیگانه می بودیم. شما ببینید که هر روز امارت اسلامی دو تا پیشنهاد داره، هر روز ما میبینیم 8 ماه از جهان میخواد که ما را به رسمیت بشناسین و از جهان میخواد که به ما کمک بکنین. دیگه کدام پیشنهاد وجود نداره؟ همین دو پیشنهاد هست. ما امروزی پیشنهاد میکنیم، ما یک نظام مقتدر تشکیل میکنیم که جهان خودش میامد مراجعه میکرد ما را میشناخت. اگر ما اقتدار خود واقعا اقتدار ملی شکل بدیم، ثابت بکنیم که ما تمام اقوام افغانستان ما یک پارچه هستیم، زبان واحد داریم، فرهنگ واحد داریم، اقتصاد واحد داریم، کشور واحد داریم، منافع واحد داریم، امریکا را مونده که کل جهان یک جای شوه، زورش به ما نمیرسه. اگر ما وقتی که ما خود ما پراگنده هستیم، پاشان هستیم، اگر اعذاب هست همین شکل منسجم نیست، اگر نخبگان هست منسجم نیست، اقوام هست منسجم نیست، هر گروه که از این پراگندگی هر کس استفاده میکنه، چون دیگ بی سرپوش است، هر کس چمچه میزنه، مگس هم مرچه هم مورم نمیجد بالاخره میکنه. پاکستانی که 75 سال عمرش است، از 4 تکه توسط انگلیس ها خامکوک شد با فرهنگ بیگانه، امروز مداخله میکنه. پس اگر ما واقعا که به عمرش بندازی نواسی افغانستان هم نیست، چند سال است افغانستان مداخله میکنه، نظام سازی بر ما میکنه، فرهنگ سازی بر ما میکنه، متخصص به ما روان میکنه. اگر ما واقعا مثل از ده ها کشور مغرض دیگه هستند، دست کشور همسایه منطقه کی کار میکنه؟ ایران شی کار میکنه؟ بس کشور دیگه شی کار میکنه؟ ما باید سر خود ما سر حال بیم. مشکل اساسی است که طالبا پشت کردین با کسایی که واقعا اتو برنامه‌شون میتن، به جای از اینکه با کسایی که دارای برنامه هستن، اگر نخبگان هستن، اعذاب هستن، اقوام هستن، با اونا مراجعه کنن، پیش کسایی مراجعه میکنن که اونا کاملا اتور سرچپک تاریخ تطبیق کردین، جفا کردین، جنایت کردین، خیانت کردین، نقشه رای نادرست بازم با طالبا مطرح میکنن. آقای مرتضوی، جرگه یک نقصه معقول است در یک چنین شرایطی و رفتن به جرگه هرچند همونطور که آقای نهزد گفتن یک واقعیت است متاسفانه در طول تاریخ بر افغانستان نتیجه چندان ملموس نداشت؟ هر چیزی که فرایندش دو قضیه اساسی را بتانه که تامین کنه میتانه که او کارساز باشه، به همون شکل که آقای نهزد هم گفت، چی باز جرگه باشه، چی قضیه یک ریفرندوم سرتاسری باشه یا بحث دیگه باشه. یعنی از دل یک همچو به تعبیر شما یک جرگه دو قضیه بیرون شه. یک مسئله اجماع سیاسی به معنای واقعی کلمه، نیاز مبرم و شدید جامعه افغانستان هست که این اجماع سیاسی خب این مصداق‌های مختلف و متعدد خودش در زوایا یا در لایه‌های مختلف داره، هم در ساختار نظام سیاسی اجماع سیاسی اقوام افغانستان مد نظر گرفته شه، در اون اجماع سیاسی تعبیرش یک آینه کلی باشه که در اون آینه تمام نخبگان از اقشار اصناف مختلف اکثریت خاموش جامعه افغانی تصویر خودشان را بتوانند ببینند. این یک بحث در عرصه مسائل سیاست گذاری های داخلی و بیرونی بتوانند که اینها نقش بارز و اساسی خودشان را ایفا کنند و نقش اساسی خودشان را داشته باشند. این یک فرایند از یک لوی جرگه یا از یک قضیه رفرندوم یا از یک ایجاد فضایی که همه در زیر چتر اون فضا جمع شوند و این فرایند ایجاد شد، اجماع سیاسی ملی مبتنی بر منافع مردم افغانستان در بحث داخلی. و فرایند دومی که از یک لوی جرگه یا از یک رفرندوم ایجاد شود، اون قضیه است که در مجموع حکومت فعلی، جمع ملت قهرمان افغانستان، سیاست تعامل توأم با تقابل
در جامعه جهانی با کشورهای منطقه، با کشورهای فرامنطقه، با ابرقدرت‌ها، با ابرقدرت‌هایی که در افغانستان در طول 50 سال پسین افغانستان با موقعیت‌هایی که داشته سکوی پرش خودشان نسبت به دیگر ابرقدرت‌ها قرار داده و از افغانستان سکوی پرش قرار داده که ابرقدرت‌های دیگری که در حال ظهور و پسا ظهور بوده اونها را به نطفه خاموش کنه و مبارزه خودشان را داشته باشه. بناهن اگر از فرایند یک لوی جرگی یک سیاست تعامل توأم با تقابل با قضیه سیاست داخلی موفقانه در افغانستان ایجاد شوه، بناهن اگر لوی جرگه هم باشه میتوانه که اون لوی جرگه قابل تقدیر بر مردم افغانستان باشه، قابل تحسین باشه. زمان میتوانه قابل تحسین بر مردم افغانستان باشه و حتی بر جامعه جهانی که نظر شدیدشان اساسیشان در افغانستان وجود داره، فوکس های اساسیشان با آمدن یک تحول در افغانستان وجود داره، شرکای افغانستان هستند، منافع خودشان در افغانستان میبینن که از دل همچی یک لوی جرگه این دو بحث یعنی سیاست داخلی موفقانه و سیاست داخلی موفقانه در پی داره سیاست خارجی موفقانه را ایجاد شوه، همه مردم افغانستان از همچو چیزی که شما تعبیر میکنین یا سر و صداهایی که امروز از مقامات حکومت فعلی بلند می شوه اگر ایجاد بشوه ای بر منفعت مردم افغانستان باشه قابل تقدیر هست و همه ای را با بغل باز استقبال میکنن. ممنونتان آقای سید مصطفی مرتضوی استاد دانشگاه، آقای احمد خان اندر آگاه امور نظامی که از سویدن با ما وصل بودید و ممنونتان آقای محمد عمر نهضت رئیس حزب آما و همچنان ممنون شما بیننده ها که این برنامه آخر خط را سیمونه دنبال کردین. وقتتان خوش، خدا نگهدار.